ما وقتی به آسمان نگاه میکنیم، شب مثلا به آسمان نگاه میکنیم، نظم میبینیم یا بی نظمی؟ جهان هستی، حالا من یه چیز ملموسه رو بگم، بالاخره نظم بود یا بی نظمی؟ نظم بود. ما وقتی یه جنگل نگاه میکنیم، نظم میبینیم یا بی نظمی؟ باشه، عیب نداره. کلن وقتی نگاه میکنیم، یه نگاه میندازیم، یه جنگلی رو نگاه میکنیم، نظم میبینیم یا بی نظمی؟ آسمان نگاه میکنیم، شب ستاره ها و این حرفا، نظم میبینیم یا بی نظمی میبینیم؟ خب شما یک بحثی رو با هم داشتیم، واقعیت و حقیقت، درسته یا نه؟ یعنی هر چیزی، سکه وجودی دو طرف داره، یه سمتش واقعیت وجودیشه، یه سمتش حقیقت وجودیشه. شما وقتی به آسمان نگاه میکنید شب، کجاش نظم میبینید؟ اون چیزی که منم، همون چیزی که واقع است رو میگم. شما وقتی یه جنگل میرید، فورا میفهمید که این جنگل، جنگل مصنوعی است یا جنگل طبیعی است. اون چیزی که طبیعی است کجاش نظم میبینید؟ ببینید جنگل رو اگه ما ایجادش کنیم، تا برید اون تو میبینید که همچین قشنگ متر گرفتن و چیز کردن و تمام درخت ها خب در رأس چارخونه های کار گذاشته شدن، ولی وقتی ببینید جنگل طبیعی اینطوری نیست. چی میبینید؟ بی نظمی میبینید، درسته یا نه؟ هر رنگی در کنار هر رنگی، درخت کج و کلج، درخت چیه، درخت یکی افتاده، یکی. خب حالا این شد، اون شد واقعیتش. اما وقتی میام سراغ حقیقتش، پشت پرده رو نگاه میکنیم، پشت پرده چی میبینیم؟ نظمه. خب یعنی بر اساس و اصولی ایجاد شده و خودش رو گردونده. مثلا یه جنگل طبیعی خودش رو چیکار کرده؟ گردونده، از این نمیدونم گرده این رفته رو اونجا، نشسته اونجا، بعد از اونجا این اینطوری شده، این نمیدونم حشره اینو بارور کرده، نمیدونم همینطوری باد آورده دونه رو از اینجا ریخته اونجا، و خلاصه یک چیزی، اصولی این ماجرا رو چیکار کرده؟ گردونده. پس تابع اصوله و پشت سر خودش نظم و هوشمندی داره. خب جهان هستی، اینجا یه نتیجه، جهان هستی از نظم و بی‌نظمی ساخته شده است.